هلو، سلام بچه ها، چطورین؟ من رامینام و بعد از سالیان دراز میخوام یه ویدیویی رو درست کنم که فکر کنم پارسال میخواستم درست کنم ولی نشد. موضوع ویدیوی امروز راجع به همخونه شدن با بقیه است که قرار شد تجربم رو راجع به همخونه شدن با انواع ملیت ها براتون بگم که خالی از لطف نیست واقعا. خب من اولین باری که رفتم توی خونه اشتراکی همون اوایلی بود که اومدم توی اسپانیا و در واقع اولین همخونه یام بودن اونا و کسی نبود جز چینی ها. آریگاتو. I just can't explain it. Okay. نمیخوام قضاوت کنم واقعا راجع به ملیت های مختلف، یعنی سعی میکنم نکنم، ولی اگر که از کسایی که با تجربه هستن مشورت بگیرین که با کی برین همخونشین، همیشه میگن با آسیای شرقی همخونه نشین، یعنی چینی ها، ژاپنی ها، کره ای ها و اونوری ها. و به منم اینو گفتن و من چون میخواستم راسیست نباشم و بگم نه همه که اینجوری نیستن و اینا، تن به چنین خریتی دادم و رفتم با چینی ها هم خونه شدم. اوکی، what was the problem؟ اوایلش خیلی خوب بود. دوتا چینی بودن، دوتا دختر چینی که یکیشون دوروبر 30 سالش بود، یکی هم 23، 24 اینا. جفتشون در کل از من بزرگتر بودن. اوایل سعی کردیم خیلی به هم احترام بذاریم، کار به کار هم نداشته باشیم، ولی از یه جایی به بعد چطوری توضیح بدم که ملموس باشه، میخوام ملموس باشه. از یه جایی به بعد یه مقدار من اذیت میشدم. از چه بابت؟ از این بابت که یکی از دخترها، اون کوچیکه، اصلا نه انگلیسی بلد بود نه اسپانیایی و فقط چینی حرف میزد. خب اصلا با اون نمیشد خیلی ارتباط برقرار کرد مگر در حد دو سه کلمه اسپانیایی که به هر حال منم اوایلم بود، منم بلد نبودم خیلی صحبت کنم، اونم بلد نبود و دوتا اسکول بودیم که نمیتونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم خیلی و فقط به هم میخندیدیم. ولی اون یکی دیگه که کلن مدرس زبان چینی بود اون به اسپانیایی ها، بنابراین هم اسپانیاییش خیلی خوب بود هم انگلیسیش، یعنی میشد قشنگ باهاش صحبت کرد. من انگلیسی باهاش حرف میزدم چون اسپانیاییم خوب نبود. شما فرض کنین که توی خونه ای هستین که همش دارن چینی صحبت میکنن، فیلمایی که میبینن چینیه، آهنگایی که گوش میدن چینیه و غذاهایی که درست میکنن چینیه. اصلا اون بخش رو بذارین کنار. خب غذاهای چینی غذاهای چینی چطوری بس کنم؟ ببینین انقدر بعضی هاشون بد بود که من اصلا نمیتونستم وارد آشپزخونه شم. یعنی آشپزخونه از اینایی بود که یک در جدا داره، یعنی توی یک اتاقیه اینجوری، و انقدر این بدبو بود که من یه لحظه میرفتم تو آشپزخونه گلاب بروتون حالت تهوع میگرفتم میومدم بیرون. یعنی شما فرض کنید موقع ناهار من نمیتونستم برم داخل ناهار درست کنم واسه خودم، بس که این خونه بو میداد. بعد یه خوراکیایی میخوردن مثل حالت اسنک و این چیزا که اون از غذاهاشون بدبوتر بود. یعنی مثلا طرف میشست با همون دوستش، هر دوتایشون میشستن با هم فیلم چینی میدیدن، سریال چینی میدیدن، در کنارش اسنک چینی هم میخوردن و دیگه تو آشپزخونه نیست که در بسته باشه، کل خونه بوی اونو میگرفت. حالا اسنکشون چی بود؟ مثلا نمیدونم چیپس ماهی مثلا با یه همچین چیزایی میخوردن و بوش من رو دیوونه میکرد. نمیدونیم چقدر بد بود، واقعا بد بود. بعد خیلی پر سر صدا بودن، اصلا نمیدونم خیلی بد بود. بعد به این خاطر که چینی ها کلن خیلی فرهنگاشون فرق میکنه، همه چیشون فرق میکنه، زبانشون، همه چیشون خیلی فرق میکنه، یه جورایی یک انگار یه دیواری بین تو اونا میکشه. یعنی چین اگه دقت کرده باشین
چینی ها جامعه خودشونو دارن همیشه، یعنی حتی توی دانشگاه ها اگه برین چینی ها همه با خودشون میگردن، یه گروه چینی هست. مثلا توی کالج ها چینی ها با همن، هیچ وقت نمیرن با بقیه، حالا نمیدونم دلیلش چیه، فکر میکنم شاید با خودشون حس نزدیکی بیشتری دارن چون بیشتر همو میفهمن، نمیدونم. ولی پیشنهاد من اینه که هیچ وقت سمت اینا نرین. یعنی به ذائقه ایرانیا فکر نمیکنم بشینه رفتاراشون و غذاهاشون، اصلا رفتار رو ول کنین، غذاهاشون. بعد تو فرض کن همش باید بوی گند خونه رو تحمل کنی و دیوونه میشدم. بعد یک مشکل دیگه هم که بود تو اون خونه این بود که خونه 3 تا اتاق داشت و دستشویی و حموم روبروی اتاق من بود. بعد من دوست دارم مثلا صبح، دوست داشتم صبح برم حموم، بعد این چینیه به من گفت صبح نرو حموم که صدای آب ما رو از خواب بیدار میکنه. خب من چی کار کنم؟ خب یعنی چی؟ من نم دوش بگیرم چون تو با صدای آب از خواب پا میشی؟ بعد مثلا یه وقتی پیش میومد که من میرفتم بیرون از خونه، بعد اونا در رو از پشت قفل میکردن و کلید رو بر نمیداشتن از رو در. بعد من میخواستم از اون ور وارد شم، خب کلید رو میذارم نمیره تو دیگه چون اون ور کلیده. بعد که زنگ میزدن مثلا خواب بودن، بعد بهشون بر میخورد که چرا ما رو از خواب بیدار کردی؟ excuse me؟ just تو اون کلید رو گذاشتی رو در، مشکل من نیست که. یک جوری بودن نمیدونم. بعد یه مدت هم دیگه اون احترامایی که اون اوایل بود دیگه نبود، مثلا سلام میکردی دیگه جواب نمیدادن، یا مثلا نه شب بخیری نه هیچی، یعنی همه میرفتن تو اتاقای خودشون. حتی اون چینی ها با هم خوب بودن، ولی مثلا من تو اتاقم بودم اصلا نمیدونستم اینا کی میخوابن، یعنی یهو میرفتم بیرون میدیدم همه چراغ خاموشه، اینطوری بود سیستم. ولی یکی از اون چینی ها رفتش، همون کوچیکه، و یه اسپانیایی جاش اومد که اون عالی بود. یعنی با وجود اینکه بازم من اسپانیایی اون موقع خیلی خوب صحبت نمیکردم و اون باز انگلیسی بلد نبود، بازم میتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. اونم خیلی کمک میکرد، مثلا منومن میکردم، میگفت میخوای اینو بگی، مثلا من آره آره همین همین، و خیلی مهربونتر، خیلی خوش برخوردتر، و خیلی یه طوری بود که حس میکردی طرف داره بین تو اون یک دیواری میکشه مثل چینیا، و خیلی باشه صمیمیت میکردی. و کلا نظر من اینه که ایرانی ها خیلی شبیه اسپانیاییان، فکر میکنم فقط نظر من نباشه، در کل ایرانی ها خیلی شبیه اسپانیاییان و خیلی راحت میشه باشون کانکت شد. البته در اینم شکلی تو کلان اسپانیایی ها خیلی آغوششون بروی همه بازه و اصلا نجات پرست و نمیدونم اینجور چیزا هم خیلی کمن، من زیاد ندیدم. بعد از اینا دوباره رفتم با یه سری اسپانیایی دیگه هم خونه شدم که اونم یه ویدیو باتش درست کرده بودم، میذارم اینجا لینکشو برین ببینین، که اونم خیلی تجربه خوبی بود و خیلی اسپانیاییم اونجا خیلی خوب شد. اگه میخواین اسپانیاییتون خوب بشه برین با اسپانیایی ها همخونه شین. و با ایرانی ها هم همخونه بودم. Let's be honest، یه چیز میگم بین خودمون بمونه، اینو من نمیگم، اینو کسایی میگن که مثلا اینجا 10 سال 20 ساله که توی اسپانیا دارن زندگی میکنن و همشون یه نقطه نظر دارن و واقعا متاسفم از بابت گفتن این، ولی همشون گفتن که بیشتر برو سمت خارجی ها برای دوستی، چون متاسفانه ایرانی های اینجا از ایرانی ها خیلی ضربه خوردن، پولشون رو خوردن و نمیدونم کلاهبرداری و اینا گرفته. یک جوری شده که توی اسپانیا، من کشورهای دیگر رو نمیدونم، ولی داخل خود اسپانیا اون جامعه ایرانی ها صمیمیتی چنان بینشون نیست و ایرانی ها بیشتر سعی میکنن که با غیر ایرانی ها در ارتباط باشن، دوست بشن و اینا. من خودم تا حالا چیزی ندیدم از ایرانی ها، دیدم کم دیدم و
من کلا هنوز اینجا خیلی دوست پیدا نکردم، ولی خب در کل این بود پیشنهاد اونا. حالا من نمیدونم اونا چی دیدن که همچین چیزایی به من گفتن، ولی that's it. خلاصه میگم هم خونه شدن با ایرانی هم باز سری خوبی های خودشو داره، و اینم بگم که اینا خیلی بستگی به شخصیت هم داره. مثلا یه سری ها دوست دارن که کلن ایرانی دور برشون زیاد باشه، خب اونا قضیهشون فرق میکنه. ولی خب میگم چون اکثر ایرانی های اینجا خیلی خاطرات خوبی از ایرانی ها ندارن و بیشتر اذیت شدن از سمت ایرانی ها، معمولا این پیشنهاد رو به کسی که جدیدن اومدن میکنن که فاصلتون رو با ایرانی ها حفظ کنی، نه اینکه با ایرانی در ارتباط نباشی ولی فاصلت رو حفظ کنی، چون مورد زیاد بوده که مثلا طرف زندگیش حتی به هم ریخته از سر هموطنانمون. اصلا خب قوت همه جا هست و نمیشه هم کاریش کرد، ولی خب نمیدونم، من هنوز توی این موضوع تجربه نداشتم و خودم شخصا بدی از سمت ایرانیا ندیدم تقریبا به جز دو سه مورد، شدم 5-6 مورد، ولی در کل من نظری ندارم، فقط صرفا خواستم نظر بقیه ایرانیایی که اینجا یکم خب مدت زمان بیشتری بودن، تجربهشون بیشتر بود، بهتون بگم. در کل طبق تجربه خودم و چیزی که حالا از بقیه شنیدم، بهترین همخونات رو اسپانیا خود اسپانیاییان، جدی میگم. و اگه نظر منو میخواین و حالا نظر بقیه، این مجموعه چیزایی که به من گفتن، با چند تا ملیت نباید همخونه شد، معمولا اذیت کنندن، معمولا، یعنی نه اینکه اونا بد باشن، با ایرانی ها خیلی فرهنگاشون و اخلاقاشون نمیخونه و ممکنه که هر دو طرف اذیت بشن، واسه همین خیلی از بابت راسیستی بهش نگاه نکنین، این صرفا تجربه است که آدم ببینه بهتره چیا رو ترجیح بده و چیا رو نه. مثلا آسیای شرقی ها اونا با خودشونن بیشتر و اکثرشون هم وقتی میخوان همخونه بشن با خودشون همخونه میشن، یعنی خیلی کم پیش میاد که مثلا ببینید چینی ها با یه نفر دیگه همخونه شدن، و اون زمانی هم که من باهاشون همخونه بودم از سر مجبوری بود، چون که وقتی من اومدم کرونا شروع شده بود و کسی اصلا در حال جا به جایی نبود و من بدبخت اون وسط داشتم دنبال خونه میگشتم و خب خیلی موردا زیاد نبود برای خونه اونا، خصوصا که اونا باز چینی بودن و این بیشتر حساس کرده بود مردمو به خاطر قضیه کرونا دارم میگم، و خب کسی نمیرفت با اونا همخونه شه و اونا نیاز به یک همخونه داشتن برای هزینه هاشون، واسه همین من رفتم اونجا و خب بودیم دیگه. خلاصه طبق حال تجربه خودم و بقیه، یکی آسیای شرقی ها به نظر همخونه های خوبی نمیان، هر چند که من مثلا دوست ژاپنی داشتم، دوست کره‌ای هم داشتم، خیلی خوب بودن، ولی نمیدونم به عنوان همخونه چجوری هم دونی چی میگم، چون همخونه بودن با دوست بودن فرق میکنه. مثلا من دوست کره‌ای دارم اینجا، حالا باش بیرونم رفتم و خیلی هم اوکی ایم با هم، ولی شاید اگه همخونه میبودیم اونقدر اوکی نمیبودیم. و کلن پیشنهاد من برای اینکه همخونه بشین کلن اینی که سمت آدمای جدید و فرهنگای جدید برین، این چی میگم، چون خیلی هم چیزای جدید یاد میگیری. مثلا اون زمانی که من با اسپانیایی‌ها بودم، خب خیلی چیزا راجع به اسپانیایی‌ها فهمیدم و فرهنگشون و زبانشون و خیلی چیزای دیگه. مثلا آدم باید بره با کشورایی که یکم متفاوتن مثلا همخونه شدن، نه در حد چینی ها متفاوت، ولی مثلا با اروپایی ها همخونه شدن یا با آمریکایی ها و اینا اگر که آدم خوب باشن واقعا باشون خوش میگذره، جدی میگم، و میتونین که خیلی باشون راحت و صمیمی باشین و حتی دوستای صمیمیتون بشن اینجا. ولی خب مثلا همون آسیای شرقی ها همیشه معمولا یک دیواری میکشن بین در واقع کامیونیتی چینی ها مثلا با سایر ملیت ها، و اجازه نمیدن
که بتونی تو خودتو به اونا بشناسونی و اونا خودشونو به تو بشناسونن. واسه همین نمیشه خیلی باشون کانکت شد، نمیشه خیلی درکشون کرد. یکم معذبه دیگه، نمیتونم از این توضیح بدم. خب اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که فیض برده باشید، لذت برده باشید. اوکی، بای.